بسم الله الرحمن الرحیم. لیلام ناموس افغانستان، مردان شهوت پرست خارجی و حامیان طالبان برای ازدواج های متعدد دنبال دختران سیاه چشم افغانستان هستند. به تازگی روزنامه 8 صبح گزارش کرده است که یک صوفی پاکستانی برای گرفتن زن دوم به کابل آمده است و طالبان محافظان نیز در اختیارش قرار داده است. درود بر شما دوستان گرامی که این کلیپ را بیننده هستین. امروز 16 آگوست 2024 میلادی است، برابر با 26 اسد 1403 هجری شمسی. در اول میخوایم ما خبر را که روزنامه 8 صبح منتشر کرده برای شما به خوانش بگیرم و چند نکته دیگر هم در ادامهش به عرض میرسانم. یعنی واقعا مطلب دردآور هست. هر دوستی اگر برشان مقدور هستی را به اشتراک بمینید، خصوصا در فیسبوک اگر بیننده هستین. منابع میگویند که نجیب الله سیفی، یک صوفی پنجاب پاکستان، برای ازدواج دومش به کابل آمده است. یکی از این منابع روز پنجشنبه 25 اسد به روزنامه 8 صبح گفته است که سیفی سال گذشته خورشیدی به گونه اجباری با یک دختر افغان ازدواج کرده بود. به گفته وی، پیر نجیب الله در ایالت پنجاب پاکستان بزرگ شده و در آنجا تحصیل کرده است. بر اساس اطلاعات منابع، این صوفی پنجاب مدارس، خانقاها، مساجد، مریدان و دانش آموزان زیادی هم در ولایت های کشور دارد و همساله چندین ماه را در افغانستان سپری می کند. بر بنیاد گفته های منابع، نجیب الله به ادارات طالبان هم آزادانه دسترسی دارد و هنگام سفر به ولایت ها از سوی نگهبانان زیادی نیز همراهی می شود. گفتنی است که خانواده این صوفی پنجاب با مولانا فضل الرحمن، رئیس حزب جمعیت علما اسلام پاکستان، رابطی نزدیک دارد. پایان خبر. این قسمت خبر روزنامه 8 صبح بود که بدون کدام دخل تصرف برای شما دوستان گرامی به خوانش گرفته بود. این گزارش چند نکته داشت. صوفی و ملا و حامی طالبان با یک منریشش دنبال زن دوم در افغانستان آمده. البته یک چند تا زن در کل داره معلوم نیست. این زن دوم از افغانستان میخواد بگیره، یک زن از افغانستان گرفته زن دومی رو میگیره. اینجا اشاره شد که سال گذشته نیز به گونه اجباری و احتمالاً با زور طالبان با یک دختر دیگه افغانستانی ازدواج کرده بود. او حامی طالبان است و این گروه برایش محافظ نیز داده است. این سه نکته یاد شما باشه دوستان گرامی. از اینجا معلوم میشه که مولوی ها و ملاهای شهوت پرست حامی طالبان که حتی خارجی هم هستند دنبال تجاوز بر ناموس افغانستان هستند و ازدواج های اجباری یا همون تجاوز است، کدام فرق هم با هم دیگر نداره. حالا که تو نکاح بخوانی یا نخوانی کدام فرق نداره. وقتی که اجبارا ازدواج شد دیگه او نکاح خواندن یا نخواندنش از بنیاد باطل است. اما در دوار است که چنین مردانی با زور و قدرت طالبان دنبال گرفتن زن دوم و سوم از افغانستان هستند. می آید دختری را خوشش می آید بدون از اینکه رضایت از دختر داشته باشه یا برشان مهم باشه، حداقل با زور یک دختر با خود می بره، مورد تجاوز قرار می ده و همون شهوت مردانی خودش را به قول معروف در فکرش هست و بس. ما امیدوار هستم که یک سر و صدا در این زمینه خلق شوه و به قدر کافی اگر سر و صدا خلق شوه، شاید طالبا هم از فشارهای مردمی ترسیده و حداقل جلوی همین یکی رو بگیرن. دوستان گرامی، همه انسان ها شهوت داره. این هیچ کس نمیتونه منکر شوه، نه مرد نه زنی. ولی بعد اینجاست که نی آدم ها ادعا میکنه که کارشان هم اسلامی است و هم شرعی است و هم خوب است و ما مگه فرشته های روی زمین هستیم و از هر گونه گناه هم پاک و منزه هستیم و دیگران هم می راهنمایی میکنه که چگونه در بیشت برین. حالا اگر شهوتش را با رضایت یک طرف مقابل به خالی بکنه که همش جداست، حالا چه در قالب ازدواج کار میکنن چی در یک رابطه خارج از ازدواج، من کاری ندارم. ولی که اینجاست که اینها با نام دین میآیه و خودشان آدمای پاک و فرشته هم معرفی میکنه و دست به چنین جنایت ها میزنه و میآیه با زور طالبان با دختران وطن ما ازدواج اجباری میکنه و اینا رو با خودشان میبره. یک نکته ایش به عرض میرسانم. همین چند ماه پیش که آوازه شد که تعداد از دختران رو طالبان در افغانستان بازداشت میکنن، خب البته یک وقت سخنگوی طالبان هم تایید کرد که ما تعداد رو بازداشت کردیم به خاطر که تنبیه شود،
خب ولی بعدا دیدن که سر صدا زیاد شده، ما مردم از یاد دخترشان رو بازداشت کردیم، خیلی ها گم هستن. منکر آمد ذبیح الله مجاهد در گفتگوی با تورانیوس تایید کرد، بعدا این رو منکر آمد که گفت کلشان دروغ است. خب این خب کلگی میفهمه که حقیقت داشتن. در امون زمان ما با کسانی برخوردم که ادعا کردن که دختر همسایشان گم شده بود و از پاکستان سر در آورده. یعنی مورد تازه نیست که یک صوفی پاکستانی از پنجاب بیای و یک دختر را به خودش خوش کرده و بره. این مورد ها متاسفانه زیاد اتفاق افتاده. همون دختر بامیانی که چند روز پیش متاسفانه به شهادت رسید پس از آن که طالبان او را اختطاف کرده بود، حالا معلوم نیست که طالبان خودش دوباره کشت یا خودکشی کرده تحت فشار. در هر حالتش از نزدیکی زمین ها دو دختر دیگه هم گم شدن و خانوادهش رسایی نکرده مثلا. من نمیخوام زیادتر دقیق تر روی این مسئله بپیچم چون خانوادهشان هم با ما ارتباط گرفته بودن. یک روز خانوادهش که البته بیرون از بامیان بودن، اونا تایید کردن که نیم تکرویداد در فلان جای اتفاق افتاده و دخترها با فلانی نامها از بامیان گم شده دو دختر. و حداقل یعنی چند هفته میشه که من خبر ندارم که دوباره پیدا شده یا نشده، ولی او آدم صحبت کرد که چندین هفته هستی دختر را گم هست و خانوادهشی. اولی از ترس، دومشی از بدنامی نمیتونه بگه دخترم گم شده. اتفاقا پیش طالبان هم رفته و طالبان این را به نحوی تهدید کرده که گپا دروغ هست و شما شایع میسازین. خب کدام گپایی بوده که حالا بعد از اون اجازه نمیداده که در این موضوع گپ زده شده. خب به هر صورت وقتی که دو دختر می گم میشه کجا شده بالاخره؟ خب باید ازش پیدا میکردن. در افغانستان هم همین گونه رویدادها متاسفانه زیاد پیش آمدن و بسیاری از دخترها پس از اینکه بازداشت شدن توسط خود طالبان متاسفانه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. و البته ای که اگر نیروهای طالبان خودش مرا عاشق یک دختری میشن با او ازدواج میکنه یا نمیکنه و دو طرف با هم دیگر جورش دارن، من از ایش کاری ندارم، از اوش ایراد نمیگیرم. خب خیلی خود بگه که دو نفر میخوای با هم دیگر ازدواج بکنه یا هم دیگر دوست داشته باشه، اون کار ندارم. ولی در اکثر جاها دخترها رو متاسفانه بازداشت کرده تحت نام این و آن و متاسفانه به عفتشان و آبرویشان بازی کرده و موضوعی است که بسیاری از کسانی که در زندان طالبان هم بوده به این مسئله اعتراف کردن. یعنی این ملا و این صوفی پاکستانی اولین فرد نیست که دست به چنین کار میکنه. متاسفانه قبلا هم این موردها پیش آمده و رخ داده. من امیدوار هستم که جلوی از آدم ها تا حد امکان گرفته شده و در بسیاری موردها سر و صداهایی را که مردم خلق میکنه و بخواه خلق بکنه کلان کمک خواهد بود و میتونه جلوی چنین عملکردهای زننده را تا حد بگیره. برای همه دوستان گرامی عرض سلامتی میکنم و امیدوار هستم که سلطه این گروه در افغانستان هرچه زودتر گم شود و خلاص شود.